سلام به همگی، من سارا هستم. یک پنجشنبه دیگه با یک لایو دیگه به اتفاق همکارای بیزنسی عزیزم در خدمتتون هستیم. امیدوارم که بله دوستای عزیز ما منتظرم که جوین بشن بهمون. سلام متین جان، سلام دنیس جان. سلام متین جان، خوبی عزیزم؟ خیلی خوش اومدی. اجازه بدین من دوستای دیگرم از جمله آقای دنیس عزیزمون رو مکسفت کنم. یک مهمان خیلی دوست داشتنی داریم دوستان. دقیقا من سلام خوبیم؟ خوب هستین آقا دنیس؟ مشتاق دیدار. شما خوبین؟ سلام آقا دنیس، خوب هستین؟ سلام، مشتاق دیدار، خوبین؟ مرسی. مریم جونم، منتظر مریم هستیم. خوبی آقا دنیس، هوا چطوره؟ همیشه بحث داغ ما هم بود، ولی خب خوب بود. امروز یه زلزله ای هم داشتیم، بد نبود، کیفی هم کردیم. درست اون زمانی که شما، من شنیده بودم یکی دیگه از دوستمون، نمیدونم مریم جون، من منتظر بم. اجازه بدیم مریم جان مکس آره میرسه. شما خیلی اکشن باشین، با زلزله هم کردین. آره داریم دیگه، بالاخره هر منطقه برای خودش، ما بارون داریم، باد، و از اون بادای خیلی بد زلزله و آبی. سلام مریم، سلام به همه سارا جون، دنیس جان و متین جان عزیز. دنیس جان، اون و همین، من یکی با یکی از همین دوستامون صحبت میکردم چند روز پیش که میگفت خیلی، همون لس آنجلس هستن، که میگفت خیلی گرمه. بله. و باور کنید یه هوی اینجا، این کاناداست دیگه، عادت کردیم اونقدر، یعنی قشنگ سرد شده بود. سردیش جوریه که حالا ما هی چند تا هی کاور، هی برو زیر پتو. بعد دو روز پیش من به همسر بودم، آقا من گرم نمیشم، یعنی واقعا ما هیت رو روشن کردیم، باور میکنی؟ اینقدر یه هوی رفت پایین. بعد الان دو روز دوباره برگشته به حالت عادی، و خدا رو شکر هوای پاییزیه، شکایت نداریم، ولی هوا اینجا اینطوری تغییر میکنه. یعنی همش اینجایی که من هستم، همیشه آفتاب میزنه پس سر. ما اینجا هم همیشه آفتاب داریم، ولی خب بعضی وقتا دیگه چون بعضی وقتا چون جنگلیه و اینا، من ولی بعضی وقتا فصلش دوست دارم. جانم وسط حرف شما من دیسکانکت میشم، هی نمیفهمم. الان من تصویرم هست. ببخشید دلش، شما صحبت میکردید. نه خواهش میکنم، من میگم اینجا خوبه. دلیلش هم اینه که واقعا همیشه آفتابه، همیشه آفتاب داشتیم، ولی برف که تا حالا نداشتیم اینجا. ولی چرا یک دو ساعت برین بیرون اونجا برف هست، و ولی خب گرمه هوا این منطقه. خب نه اینکه حالا بگیم کامپلین میکنیم گرمه، خوبه، ولی این چند روزه، هفته پیش، فوق العاده. نت ما نمیاد، نمیدونم چرا. صدای من هم نت امروز خیلی خوب نیست، دو دقیقه طول کشید تا وصل بشم. اومدین شما و میشنوید صدای منو؟ بله. ببخشید، تا قبل اینکه دیگه اینترنت نیومد بر علیه ما بریم سر اصل موضوع، سر صحبتمون. موضوعی که امروز ما میخوام راجع بهش صحبت کنیم اینه که تصمیمات مهمی که توی زندگیمون میگیریم چقدر واقعا میاد از اون خواسته قلبی ماست، یا اینکه چقدر میتونه محیط اطراف توی این تصمیمات ما مؤثر باشه. و میدونیم که به هر حال ما اینو نمیخوام این کار بکنیم، ما به خصوص جامعه ما، جامعه ایرانی، ماها از یک فرهنگی اومدیم، و البته که این به اصطلاح تاثیرات محیط بیرون اون خیلی قویه، یعنی اینو من مطمئنم توی حتی نسلای همینجوری داره تکرار میشه. ما اینو واقعا نمیتونیم انکارش بکنیم که بعضی وقتا واقعا تمام تصمیماتی میگیریم توی زندگیمون که واقعا
من سرنوشت سازه، ولی به هر حال خیلی اثر میذاره این محیط بیرون. ولی خب تمام آدمایی که خب موفق هستن، هدفشون خیلی مشخصه و قوی هستن، میان از تمام به اصطلاح این محیط بیرون، تمام این فضای بیرون، هر چیزی که بیرون از خودشون هست، اینو به عنوان یک ابزار ازش استفاده میکنن. تمام چیزایی که اون چالش ها، اون سختی ها، اون نگاتیو ها رو میان به عنوان یک تجربه ازش استفاده میکنن، و چیزایی هم که خوب و مثبت برای پیشرفتشون. حالا اگر که ما به هر حال بیس صحبتمون میدونیم چیه، ما بریم از مهمون طبق معمول همیشگی، از مهمون عزیزمون شروع کنیم. دنیشان، ضمن اینکه معرفی میکنید خودتونو، لطفاً در این ارتباط تجربیات خودتون و هر چی که دوست دارید لطفاً توضیح بدید. البته ناگفته نمونه، آقای دنیس ها همه میشناسن. چرا؟ علاوه بر اینکه یک منتور عالی هستن، واقعا این اونقدر به همه کمک میکنن، در واقع آچار فرانسه این کامیونیتی ایرانی هستن، و لطفی که میکنن فرق نمیکنه که واقعا از کجا باشید، یعنی واقعا همه یک شخصیت پاپیولر، همه آقای دنیس رو واقعا دوستش دارم، فقط به خاطر این قسمتی که اونقدر لطف میکنه و کمک کننده هست. دنیس رو بفرمایید. قربان شما، ممنونم. نظر لطفتونه من باعث افتخاره که توی کامیونیتی باشن که بتونم کمک بکنم اگر کاری از دستم بر بیاد. البته برای معرفی، خب همونجوری که شما معرفی کردین، دنیس غریبیان هستم. 18 سال وارد آمریکا شدم. تو آمریکا من فکر کنم من اینجا داشت صحبت کنم. من دنیس غریبیان هستم، وارد 18 سال پیش وارد آمریکا شدم و الان مهندس برق، مهندس عمران هستم و در یک شرکت کانادای آمریکایی مشغول به کار هستم به عنوان آودیو ویدیو دیزاینر، و در کنارش کارهای آنلاین را داریم انجام میدیم که یکی از اون کارها کاری که الان با دوستان عزیزمون توی اون کامیونیتی قرار داریم و امروز در مورد صحبت میکنیم. سوال جنرال خیلی خوبیه و البته ممنون که اول من شروع کردم. همیشه میگن خانوما باید اول شروع بکنه، ولی من دادین. برای اینکه افراد بدونن اون چیزی که تو زندگی میخوان انتخاب بکنن درست انتخاب بکنن، من همیشه میگم که این باید نالج یک کاری رو داشته باشی. اگر بخوای یک کاری رو انجام بدی، اولین چیزی که سراغ آدم میاد ترسه، و اون ترس ریشه اصلی اون ترس در حقیقت اون نالجی که نسبت به اون کاری که میخوای انجام بدی داری. خب چنج کردن هم خب سخته، ما این همه مهاجرت کردیم، بعد اومدیم اینجا، الان یه فرهنگ دیگه ای رو، هر کدوم ما توی یه گوشه از دنیا داریم یه فرهنگ جدیدی رو یاد میگیریم، داریم باش عیاق میشیم، داریم باش زندگی میکنیم، کار میکنیم، اداپته میشیم. ولی اینا تمام بستگی به اون داره که آدم این به اصطلاح اون عرق رو داشته باشه، اون آتیش رو داشته باشه که بخواد یه کاری رو انجام بده، بخواد یه تغییری به خودش بده. و این تغییرات هم خب بالاخره یک ترسی داره. همونجوری که عرض کردم، ترس این بیس خرابی همه کاراست. شما اگر از یه چیزی بترسین سراغش نمیرین، اگر از یه کاری بترسین ریسک نمیکنین، اگر از یه کاری بترسین نمیرین سراغش. بنابراین این خیلی از افراد میان و سعی میکنن که به این ترسا غلبه بکنن با یادگیری اون مسیری که میخوان برن، با یک داشتن یک هدف، داشتن یک ویژنی که بدونن الان مثلا من اگه شروع بکنم در آینده میخوام به کجا برسم، و دقیق به طور دقیق داشت دارنش و شروع میکنن برنامه ریزی کردن. و این باعث میشه که خب خیلی ها یک سری چیزایی رو امتحان بکنن که واقعا بدون برنامه است، و یک سری ها میان قشنگ همون رو امتحان میکنن ولی با برنامه و با یک پلن درست میرن جلو و به نتیجه میرسن. ولی خیلی هم میان و این رو شروع میکنن ولی به نتیجه نمیرسن. چرا؟ چون اون هدفی که دارن خیلی کوچیکه، یعنی فقط میخوان از امروز تا مثلا تا دم در برسن. ولی افرادی که به نتیجه های بالایی میرسن در حقیقت اون ویژن خودشون رو درست میکنن و شروع میکنن پلن بندی کردن، قسمت بندی کردن، و در هر قسمتی پیدا میکنن که چه چیزی رو کم دارن، چه چیزی رو لازم دارن که به اون به اصطلاح مرحله بعدی، استپ بعدی برسن. و خب توی دنیایی هم که الان ما داریم وارد میشیم، و چه بخوایم چه نخوایم دیگه آنلاین یه
جزئی از ما شده و ما هم داریم توش فعالیت میکنیم و فعالیت ها در حقیقت یه جوری هست که آدم ها رو تغییر میده، نه فقط از نظر مالی، نه فقط از نظر تغییر زندگی، از نظر شخصیتی هم تغییر میده و این تغییر شخصیتیه که آدم ها رشد میکنن در این جور به اصطلاح محیط ها، با کامیونیتی های مختلف شروع میکنن ارتباط برقرار کردن و یک دنیای وسیعی از این آدم ها رو داری نگاه میکنین، با هر زبان، با هر اقلیم، با هر ریجن، با هر رنگ و پوست و مذهبی دارن با هم دیگه کار میکنن، با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن و این هدف خاص رو دنبال میکنن و در حینی که این کار رو دارن میکنن یه چیزایی رو هم یاد میگیرن این وسط. خب و سوال بعدی رو من چیز کردم، یه بار یه سوال در حقیقت بخوام اگر یه جنبندی کلی هم بخوام بکنم اینه که ببین، افراد برای اینکه خودشون رو تغییر بدن، افراد برای اینکه بتونن به اون چیزی که لازم دارن برسن، اول باید ویژنش رو داشته باشن، بعدم یک پلنی داشته باشن که با دقت اون رو برنامه ریزی کرده باشن و از هر مرحله به مرحله بعدی رو حالا به یک صورتی طی بکنن و ببینن که مثلا اگر از نقطه یک به نقطه دو میخوام برسم چه چیزهایی رو لازم دارم، اگر لازم دارم خب اعمال میکنم به نقطه دو میرسم و همینجوری سه چهار و حالا یه جایی میرسی که دیگه یه سری اطلاعات رو نداری و میری یاد میگیری و این کار میکنی و این تغییرات واقعا مثبت هست تو زندگی آدم و آدم ها رو اگر بخوایم به یه جایی برسیم و یه پیشرفتی رو انجام بدیم باید یه تغییری تو خودمون ایجاد بکنیم، چون اون تغییر است که ما رو به اصطلاح چینج میکنه و به طرف اون مسیری که واقعا دوست داریم حرکت بکنیم ما رو سوق میده. دقیقاً. و اینکه دنشان بیشتر از هر چیزی تمرکز کنیم روی اینکه ما چی میخوایم، من چی میخوام، به جای اینکه به اصطلاح اونقدر بیفتیم تو مسیر مثلا خارج بیرون از اون خواسته درونیمون. من مرسی دنشان از این توضیحات عالی طبق معمول همیشه. و من از متین جون شروع کنم. متین جان شما رو که به هر حال میشناسن همه، ولی معرفی کنین خودتون رو و نقطه نظراتون رو لطفا اینجا توضیح بدید. بفرمایید. دیگه بعد از چندین هفته فکر می‌کنم همه دوستان دیگه ما رو بشناسن. انقدر که اومدیم هر پنجشنبه لایو. من متین هستم از فلوریدای آمریکا. تمام چیزهایی که تک به تک حرفایی که دنیز جان زدن رو من کاملا باهاشون موافق هستم، فقط اینو می‌خوام یه جورایی ربطش بدم به شخصیت خود من چجوریه که فکر میکنم خیلی خیلی هم عمومیت داشته باشه بین همه ماها، حتی کسایی که تو این بیزنس هستن و یا کلا اصلا تو این بیزنس نیستن، عموم جامعه رو من میخوام بگم. راجع به اینکه عقل ما یا قلب ما یا محیط اطراف برای ما تصمیم میگیره، به نظر من تنها اولین چیزی که توی وجود آدمی برای شروع به یک در واقع گام برداشتن به یک مسیری، اولین چیزی که در وجود آدم هست این هستش که قلبش، ندای قلبیش اون چیز رو میخواد براش. در واقع مثل خود من، مثلا من خودم ندای قلبی میگفت که متین تو باید یک گامی برداری که از شرایطی که حالا به هر نحوی ازش ناراضی هستی خودتو بیرون بکشی. این اولین چیزی هستش که به نظر من تو وجود همه آدم ها شکل میگیره، اولین چیز ندای قلبیشونه. وقتی که ندای قلبیت اینو میخواد، وقتی که با یک موقعیتی آشنا میشی، حالا همواره داری دورش در واقع میچرخی که اون موقعیت رو پیدا بکنی، وقتی موقعیت رو پیدا میکنی اون موقع هستش که اون عقله وارد میشه. مثلا خود من وقتی با این موقعیت آشنا شدم، عقلم به هم میگفت که اوکی بیا اول بررسیش بکن، ببین واقعا این لجیته، ببین اصلا این هرمیه، ببین این چجوریه، ببین اصلا تو چیزی کسی هستی که بتونی از این راه در واقع به موفقیت برسی. اون موقع هستش که اون قلبه به نظر من وارد میشه، اون عقله به اون قلبه وارد میشه و حالا یه خود این ورانورتر، ولی معمولا بعد از اینکه ندای قلبیت اینو میگه بهش میرسه، به اون قسمتی که عقلت میاد. وقتی که حالا داری وسط به قول معروف آزمون خطا میکنی، سرچتو انجام میدی، همونجوری آقای دنیز گفتن، میای نگاه میکنی ببینی که اطلاعات جمع بکنی که از اون ترسه درای بیرون، اینا همه از عقل آدم نشأت میگیره، اون ترسه، اون ناآگاهی هستش که در واقع منجر به اون ترسه میشه. این موقع هستش که اگر به نظر شخصی من، اگر بیای اعلامش بکنی در حضور محیط اطرافت، آدمایی که دورت هستن، اغلب متاسفانه تو فرهنگ ما اینطوری هستش که میگن که نه هوشیار باش، نه اینطوریه، نه اونطوریه، اینطوریه. من از خداوند 36 سال عمر گرفتم
اخیرا متوجه شدم که تصمیمات بزرگی که میخوام بگیرم رو بهتره که تو کوایت خودم بگیرم. متاسفانه همیشه سعی میکنم تحقیقاتم رو خودم کامل بکنم. وقتی به یه نقطه نظر مثلا 80-90% مغزم رو ساختم که اوکی من آمادم برم، بعد میام مطرحش میکنم با نزدیکترین کسایی که مطمئن هستم همیشه به هم مشورت درستی رو میدن، نه کسانی که حالا از روی غرض بی غرض یا هر چیزی ممکنه که راهنمایی هایی که میکنن درست نباشه. ولی این کار رو من موقعی انجام میدم برای تصمیمات این مدلی ها که حالا میخوام وارد یه بیزینسی بشم، میخوام یه کاری رو شروع بکنم، موقعی انجام میدم که 80-90% ذهنم رو خودم ساختم و آماده هستم. میخوام بگم که برای همه ماها آره محیط اطراف خیلی شاید بتونه تاثیرگذار باشه توی تصمیم گیریمون، ولی به نظر من ماها خودمون هستیم که باید اینو کنترلش بکنیم. حالا شیوه کنترلش چه شکلیه؟ برای من اینه که من خودم به سورس و روت و ریشه اون کار مراجعه بکنم و اطلاعات کسب بکنم. توی این بیزنس برای من ورود به دوره تریال بود. من بدون ورود به دوره تریال نمیدونستم که همینطوری مینشستم چند تا آدم میگفتن که این بیزنس خیلی خوبه و فلان. خب آدم که نمیتونه که تلاش و زندگی و بالاخره وقتش و عشقش و زمانش رو هر روز بذاره صرف یه چیزی که فقط از دهان مردم شنیده که اوکی این یه موقعیت خیلی خوبه. بنابراین من خودم وارد دوره تریال شدم، قبلا تحقیقات کرده بودم، ولی میدونستم برای تحقیقات، برای تکمیل تحقیقاتم باید ورود بکنم به این دوره تریال. و اونجا بود که خب رفت با کمپانی آشنا شدم، متوجه شدم که نه این اصلا چیه چه جوریه، و اونجا بود که 80% ذهنیت من کامل شد. بنابراین کنترل، به دست گرفتن کنترل اون محیط اطرافی که ما درش در واقع احاطه شدیم دست خود ماست، و همونطور که دنیز جان گفتن با کسب اطلاعات میشه این رو کنترل کرد. من حتما نمیگم برای همه این بیزنس ورک اوت میکنه، نه این بیزنس، هر بیزنس دیگه، هر موقعیت دیگه، این مثل هر تصمیم دیگه توی زندگی ما میمونه، مثل ازدواج، مثل کار، مثل بچه دار شدن، مثل هر چیز دیگه. من نمیتونم همونطور که همه میشینن میگن که آره خیلی خوبه یه بچه دیگه بیارید، این بچه همبازی میخواد، حالا بیام خودم رو بندازم توی هچل و یکی دیگه بیارم، وقتی میدونم علم به این دارم که فعلا امکانش رو ندارم. آره چیز خوبیه، ولی نه برای هر کسی. برای کسی که آمادگی ذهنی نداره، آمادگی فاینانشالی نداره، واقعا نمیتونه این چیز خوبی باشه. همونطور بیزینس، بیزینس هم همینطوره. وقتی شما میخواید وارد یه کاری بشید، باید تحقیقاتتون رو همونطور که دوباره میگم آقای دنیز اشاره کردن کامل بکنید. نه از ما بهش میگیم یلو پیج، اینجا میگیم نمیدونم حالا هر چی، نه از هر کسی، از کسی که واقعا اکسپرت، اطلاعات اولیه‌تون رو بگیرید و برید رجوع بکنید به خود ریشه و سورس، و اونجا دیگه در واقع تحقیقاتتون رو کامل بکنید. یا میافتید اینور میگید اوکی من انجامش میدم، یا میافتید اینور میگید نه این مال من نیست و انجامش نمیدم. حداقل چند تا چیز براتون اتفاق افتاده. یک، اطلاعات رو از جایی گرفتید که باید بگیرید. دو، بر ترستون غلبه کردید. و سه، خودتون یه نالجی به دست آوردید، خودتون دست و پا زدید برای اون چیزی که اگر قرار باشه بعدن توش وقت و عشق و نمیدونم زمانتون رو هزینه بکنید، چیزی بوده که خودتون با عقل و شهود خودتون به دست آوردید. بنابراین من احساس میکنم که قلب و مغز و محیط اطراف همشون تاثیرگذار هستن. حالا یه مقدار ترتیب بندی داره و اینکه کنترل همه اینها در نهایت دست شخص خود ماست. و همونطور که آقای دنیز گفتن، ما اگر بخوایم واقعا تغییری توی زندگیمون ایجاد بکنیم، اولین نقطه‌ای که باید شروع بکنیم خودمون هستیم. خودمون که بخوایم کنترل تمام این عواطف و احساسات رو دستمون بگیریم، و اگر واقعا از شرایطی ناراضی هستیم و میخوایم قلبا از شرایط خارج بشیم، گام برداریم، ولی گام های مطمئن و پر از اطلاعات. دقیقا، مرسی مرسی متین جان. دقیقا همونطور که گفتیم، ببینید مثلا خود من زمانی که تصمیم گرفتم دلایل خیلی خیلی قوی داشتم که چرا بعد از 21 سال کار کردن از مثلا آفلاین میخوام برم کار آنلاین بکنم، اینستاگرام بشنم توی خونه، مثلا خیلی دیگه با اون سابقه کاری من خیلی اپوزیت هم دیگه بودن. و به خصوص وقتی که میگم شما یه تصمیمی رو میگیرید و به قول شما به بقیه میگید، البته من تصمیمم رو گرفته بودم، میدونستم چی میخوام، وقتی که به بقیه میگید شرایط من اینجوری بود انگار همه زمین و زمان و همسایه و دوست و اینا همه دقیقا یه صدی میخواستم بشم نآوردم. فقط تنها کسی که به من ایمان داشت، میدونست که به هر حال من وقتی میخوام، به خصوص آدم وقتی یه ذره سنش میره بالاتر انگار عاقل‌تر میشه، وقتی یه تصمیمی میخواد بگیره
میره تحقیق میکنه. اینا تنها کسی که واقعا به من ایمان داشت و پشتیبانی کرد همسرم بود و واقعا ازش ممنونم. دقیقا همینجوری ببینید، مثلا به خصوص من چرا دنبال کار آنلاین بودم، چرا این کار آنلاین رو انتخاب کردم، بنا به شرایط خودم. سارا کجاست از نظر به اصطلاح، من خب ضعف تکنیکی دارم، همیشه میگم من دنیای تکنولوژی فقط کارهای پلانای پروگرامای دنتال آفیس رو میدونم، واقعا نمیدونم. خب این دوره به اصطلاح این کار آنلاین برای من یه دوره ترینینگ داشت که اصلا برای من خب خیلی کوچ و منتور داره و این گروه های ساپورتیوی که یکی از این مستراش آقای دنیس عزیز کمک کننده واقعا و اینا همه. و چیزی که واقعا مثلا من خود من به من اینو نگرم داشت و شروع کردم، این که احتیاجی نبود که من درجا تصمیم بگیرم، به من زمان میداد. اینطوری نبودش که من یه چیزی رو اومدم سرمایه گذاری بکنم، تصمیم بگیرم، شروع بکنم. این باعث شد این بررسی ها. و همینطوری که اگر که برگردونم اینو به اصطلاح بیزینس خودمون، متاسفانه مطمئنم شما هم این تجربه رو دارید. من بارها و بارها کسایی بودن که با من تماس گرفتن و واقعا آمادن از نیازشون، شرایط کاریشون، به هر دلیلی احتیاج دارن که به هر حال اینفورمیشن گرفتن راجع به این کار آنلاین و میخوان شروع بکنن. مثلا به خصوص اینا مرزن هموطنانمون مثلا میاد میگه که این هرمی نیست. اینو که میگه، من در جا به جای اینکه اخیراً توضیحی بدم، من ازش مثلا خواستم اینی که میگی برای من توضیح بده. یعنی چی؟ واقعا تمام توضیحاتی که میده اصلا هیچ نالجی پشتش نیست، هیچ چیز عقلانی پشتش نیست. تمام اینفورمیشنی که داره گفتم، شنیدم اینطوری، اصلا هیچی بیس به اصطلاح هیچ چیزی نداره. ولی خب فکر کنید، همیشه من میگم نه، مال ما این کار ما به اصطلاح این بیزینس آنلاین ما به اصطلاح این کار آنلاینی که یا بیزنسمون که از طریق آنلاین انجام میشه، این هرمی نیست. هرمی چیزی نیست، هرمی فقط یه پولیه داره اینطوری رو هوا میچرخه، مثل یه گمبلینگی که بعضیا میبرن بعضیا میبازن. ولی کار ما کاری هستش که ما کالا در میون، یک بیزنسی هست که به اصطلاح کالایی در میون هست، ولی ما به هیچ عنوان نقشی توی این خرید و فروش کالا نداریم. کاری هستش که همه ما در سر تا سر دنیا مهاجرت کردیم، نمیخوایم کارهای قانونی انجام بدیم، همه میخوایم زندگی های تمیز داشته باشیم. بنابراین این قانونیه. وقتی که ما داریم هر درآمدی که به اصطلاح میسازیم باید به دولتمون ارائه بدیم و روش تکس پرداخت میکنیم. همینجور تمام ابزارالاتی که توی در ارتباط با کارمون، سلفونمون، کامپیوتر، محل کارمون، به هر حال خارجی داریم، اینا رو آخر سال ما کلیم میکنیم و به سال یک مقدار از این به ما برگردونه میشه. برای همین اطلاعات خودتون برید اطلاعات جمع کنید، خودتون این حق شماست برای تصمیمات مهم زندگیتون که به خصوص سرنوشت ساز هست، خود شما هستین که تصمیم نهایی رو بگیرید. مریم جان شما عزیزم بفرمایید، معرفی کن و هر چیزی رو که تجربیت خودت، نقطه نظرات تو بگو عزیزم، بفهم. مرسی سارا جون، ممنون از همه. منم مریم هستم از تورنتو کانادا. یه جورایی اصلا دیگه حرفی نبود که من بزنم چون همه رو کاور کردین. من دیگه نفر آخر شدم، فکر نمی‌کنم دیگه اصلا چیز زیادی مونده باشه که من بخوام بگم، به خاطر اینکه حرفا مشترک بود، من دقت کردم واسه اینکه هممون درست در واقع یه تصمیمی رو که گرفتیم مشترک هست بینمون و واقعا جسارت کردیم، شهامت کردیم، اطلاعات به دست آوردیم و توی مسیر قدم گذاشتیم که آگاهی درش بود و هممون حرفمون همین بود. حالا من چیزی رو که به ذهنم میرسه میخوام بهتون بگم، میخوام از
یکم از یه زاویه دیگه نگاه کنم. اینکه در مورد اینکه واقعا ما آیا تصمیماتمون رو با قلبمون میگیریم یا اینکه در واقع بهش فکر میکنیم، یا یعنی خودمون عقلمون رو دخیل میدونیم در تصمیماتمون. اولا به نظر من فرق همه ماها، یعنی فرق تمامی آدم ها در انتخابشونه. انتخاب به نظر من یکی از مهمترین رکن‌های زندگی هست، به خاطر اینکه همه ما توی یه دنیا زندگی میکنیم، ولی چرا انقدر با هم تفاوت داریم؟ تفاوت‌های ما فقط در انتخاب هامون هست. به خاطر همینه که بعضی از افراد موفق هستن، بعضی ناموفق هستن. اگه بریم در ریشه یابی بکنیم، میبینیم که اونایی که موفق هستن، همینطور که همتون اشاره کردین، اونها میرن تحقیق میکنن و با در واقع علمشون رو بالا میبرن، نالجشون رو بالا میبرن و اگر کسی بگه که اینا ریسک کردن، ریسک هم میکنن، اما پایه تحقیقاتی داره. یعنی به جای اینکه برن از این و اون حرف و حدیث رو به قول متین جان بشنون و پرسجو بکنن، میرن از سورس اصلی اطلاعات رو به دست میارن و تصمیماتشون رو بر پایه اطلاعات خودشون میگیرن. اخیرا منم زیاد دیدم که دوستانی که وارد بیزنس ما میشن، خصوصا خودشون تصمیم میگیرن مثلا وارد دوره ترایال میشن، اما همش یه ترس بری تو دلشون هست که اگه همسرم بفهمه، اگه مامانم بفهمه، اگه خانواده‌ام بفهمن. خب این افراد فکر میکنن که دیگران باید برای ما تصمیم بگیرن. تصمیم اصلی به نظر من مسئولیتش 100% به عهده خودمون هستش. ما نباید به کسی اجازه بدیم که به جای ما تصمیم بگیره. هر چقدر افراد عزیز ما باشن و برای ما محترم باشن، اما واقعا تصمیم گیری چیزی هستش که خیلی خیلی فردی و خصوصیه. ما میتونیم بریم مشورت بگیریم، ما میتونیم بریم نظرات دیگران رو بگیریم، ولی ما نمیتونیم بیایم با حرف کسی برای خودمون تصمیم بگیریم. و واقعا همه چیز جرقش از قلبمون شروع میشه. همیشه یه ندای قلبی هست که به ما جهت میده، یه جرقه رو تو زندگی ما روشن میکنه. خب پس نمیتونیم اونم نادیده بگیریم، بگیم که با قلبمون نباید تصمیم بگیریم. چرا؟ اتفاقا به نظر من همیشه همه جرقه ها از قلبمون خورده میشه. من که خودم اینطوری هم فکر میکنم برای همه همینطوری باشه. اینطوری نیست؟ آره. بله. آره، و وقتی که جرقه قلبیمون میخوره، حالا میریم دنبالش، یا میتونیم ازش صرف نظر کنیم، یعنی چشم پوشی کنیم، بگیم که نه، حالا یه احساسی بوده اینا، یا اینکه نه دنبالش رو بگیم خب چرا ما یه دفعه به قلبمون بهمون یه تلنگری میزنه، یه احساسی بهمون غلبه میکنه، مثل همه ما که مثلا الان چرا اومدیم تو بیزنس آنلاین، چه کمبودی یا جای چه چیزی توی زندگی ما خالی بود که ما میخواستیم با این بیزنس پرش بکنیم. 100% یه دلیل منطقی و قلبی باید داشته باشیم دیگه که بیایم این کار رو انتخاب کرده باشیم. خب پس هممون بهش توجه کردیم و رفتیم تحقیق کردیم و الان اگر اینجا هستیم، یعنی خودمون تصمیم گرفتیم. من خودم زمانی که میخواستم شروع بکنم، خیلی با این کار مخالف بودن و همه میگفتن مثل همتون نه اصلا این کار انجام نده و خیلی بهانه های زیادی می آوردن و خیلی دلایلی می آوردن که از نظر خودشون منطقی به نظر می رسید، ولی من می دیدم که من دوست دارم این کار انجام بدم، به خاطر اینکه وقتی تحقیق کردم دیدم اونها تمام اون چیزایی که خلاهایی که من تو زندگی می احساس می کنم و داره پر می کنه. آره، یه بخش مهمش هم این بود که خب خودم تلاش بکنم. اگه تلاش نکنم، بهترین تصمیم دنیا رو هم بگیرم، خب نمیتونم موفق بشم. اگه من الان بهترین دانشگاه دنیا قبول بشم، ولی وقتی که رفتم توش اگه تلاش نکنم چه اتفاقی برام میفته؟ خب نمیتونم توش موفق بشم، سرخورده میشم میام بیرون. پس خیلی عوامل زیادی در این که ما اولا درست انتخاب کنیم و تصمیم بگیریم و بعد تلاش بکنیم، و اینکه همطور که دنشان گفتن اون
در واقع پوینت آف ویوی که ما از زندگی داریم و اینکه دیدگاهی که برای خودمون میذاریم و بعد میایم هدفمندی که میذاریم، برنامه ریزی که میکنیم بخوایم بهش بکنیم، همه باعث میشه ما بتونیم به این نقطه مشخص و درستی از زندگیمون برسیم. پس اگه بخوام منم یه جنبندی بکنم، هم با قلبمون هم با در واقع منطق و عقلمون تصمیم گیری میتونیم بکنیم و تصمیمات ما وقتی که بر پای پشتوانه در واقع تحقیقی داشته باشه، پشتوانه علمی داشته باشه و اینکه تلاش هم باتیش بکنیم، در نهایت میتونیم به هر چیزی خواستیم برسیم. فکر کنم این فرمول جادویی هم نباشه، یه فرمولی که تو هر کاری کار میکنه. دقیقا. مرسی مریم جان از این توضیحات عالی، ممنونم. و هم بله دقیقا، من همیشه میگم که اگر که یه موقعیتی سر راهتون قرار میگیره، به خصوص میگم به خصوص این بیزینس ما، چون فرصت اینو دارید، این اطلاعاتو بگیرید، امتحان کنید که یک بار مبادا مثلا بعد از 2 سال مثلا این حسرت توی دلتون بمونه، این پشیمونی مثلا میگید کاش که من این کارو کرده بودم. امتحان کنید، هیچ چیزی نیست، هیچ نمیدونم ایش قفت چیزی نیستش که شما رو مجبور بکنه، ولی این چانس رو دارید، این اطلاعات رو بگیرید، اینو قدم اول رو بردارید، هیچ چیزی رو شما از دست نمیدید. بعد من فکر کنم متین جون رفتن، البته به خاطر مشکل اینترنتی. دنیس جان اگر که شما لطف کنید، اگر کسایی که به اصطلاح حالا به هر دلیلی مشتاقن اطلاعات بگیرن یا قدم اول و بردن یا شروع بکنن، لطف میکنی یه جنبندی بکنی و کمک ایشون بکنی، کمک تمام کسایی که دوست دارن که چطوری شروع بکنن، این اطلاعات اولیه یا قدم های اولیه چی هست؟ حتما. تا قبل از این که به اصطلاح به پوینت بیزنسی خودمون بپرزم، یک جمله هست که واقعا میگن اگر شما یک چیزی رو بخواین، واقعا وقتی یک چیزی رو دوست داشته باشین و بخواین به طرفش برین و توش موفق بشین، کائنات اونو جلوی راه شما میذارن. اگر یک چیزی برای شما دائما داره تکرار میشه، مثل این میمونه که شما وقتی میخوای تا موقعی که یک ماشین رو داری، مثلا حالا یه ماشین داری رانندگی میکنی، ولی الان میخوای بری یه ماشین جدید بخری و تو ذهنت هست که یه ماشین این شکلی بخری، میری نگاه میکنی، از اون روز به بعد هر جایی تو خیابون میری، حالا هر روز از اون خیابون داشتی رد میشدی، این ماشین از اونجا داره رد میشه ولی شما اونو نمیدیدی، ولی الان چون ذهنت دنبال اون هست، الان ذهنت به اون مرحله رسیده که دوست داری همچین چیزی رو داشته باشه، دقیقاً اونو جلو چشم تو میذاره و میتونی استفاده کنی. پس اگر هر نوع اپورتونیتی مثل این یا بیزنس های دیگه براتون پیش میاد، برین و حداقل تحقیقاتتون رو بکنین و سرسری ازش نگذرین، چون there is a reason، دلیلی داره، یه دلیلی براش هست که شما برای شما این اومده. خب برای شروعی که این بیزنس رو شروع بکنن، حالا عزیزان اگه بخوان این بیزنس رو شروع بکنن، باید به صورت یک ایمیل که یک راه ارتباطی بین المللی هست برای ما، یک ایمیلی رو بفرستن که ما بتونیم اطلاعات رایگان اولیه رو برایشون بفرستیم. این اطلاعات به اونا در حقیقت به صورت کلی بیزنس رو توضیح میده که اصلا بیزنس آنلاین چیه و اگر یک نفر بخواد یه بیزنس آنلاین رو شروع بکنه چه کارهایی میتونه انجام بده و چه جوری باید شروع بکنه و چه مزیت‌ها و چه به اصطلاح پیشرفت‌هایی رو خواهد داشت. و بعد برای اینکه شما بدونین این سیستم چطوری میتونه به شما کمک بکنه، شما با پرداخت 149 دلار که مرحله دوم هست، وارد در حقیقت پلتفرم ترایال ما میشین. خب حالا خیلی ها توی مثلا دنیای مجازی هستن و الان داریم میبینیم که واقعا داخل همین بیزنس بودن، ولی خب الان دارن این صحبت هایی در مورد اصلا میکنن که اصلا واقعیت نداره. ولی شما با این که 149 دلار رو پرداخت میکنین، 149 دلار در حقیقت یک اطلاعاتی رو به شما میده که روش زحمت کشیده شده، یک تیم داره روش کار میکنه، دائما داره آپدیت میشه و تا اونجایی که ممکنه سعی میکنن این ویدیوها و این اطلاعات رو طوری به افراد برسونن و آپدیتش بکنن که هر شخصی در هر سنی و در هر مقطع علمی یا تکنیکالی که باشه بتونه این رو بفهمه و بتونه باش ارتباط برقرار کنه. بنابراین اینا کار داره. اگر یک کسی بدون اینکه نالجش رو داشته باشه بیاد در موردش حرف بزنه، اول باید بره این
نالج رو به دست بیاره که چقدر کار برای این کار صورت گرفته که این اطلاعات در اختیارش قرار میگیره. شما با پرداخت 79 دلار این اطلاعات دریافت میکنین، اطلاعات در حقیقت بیزنس پلان ها رو براتون بازگو میکنه و در حقیقت بیزنس رو مثلا به شما معرفی میکنه. شما با گروه وی آی پی ما آشنا میشین، میاین وارد میشین و در حقیقت هزاران هزار نفری که در سر تا سر دنیا با هر زبان و با هر زبان و با هر دین و مذهب و هر فرقه ای که هستن دارن کار میکنن باشون آشنا میشین، میتونین باشون ارتباط برقرار کنین، آدم های زنده هستن و واقعا میتونین باشون صحبت بکنین و اطلاعات بگیرین. اگر هم سوالاتی هست که ما باید بهشون جواب بدیم بعد از دیدن این ویدیوها، عزیزان هستن، ما هستیم در خدمتتون، میتونیم به شما جواب بدیم. شما برای اینکه این ایمیل رو بدونین به کجا باید بفرستین، یا میتونین به عزیزان که در این لایو هستن دایرکت مسیج بدین، مسیج مستقیم بفرستین، ازشون سوال بکنین، ایمیلتون رو براشون بفرستین، یا میتونین وارد وبسایت ها از طریق بایوگرافی این عزیزان وارد بایوگرافیشون بشین، اونجا اسم و ایمیل آدرستون رو وارد بکنین و در حقیقت اطلاعات مورد نظر رو دریافت بکنید. بعد از اینکه شما وارد شدین، مرحله سوم پیش میاد که اگر خواستین ادامه، چون بعد از در دوره 30 روزه ترایال ما شما دو مرحله دارین، یا میخواین ادامه بدین یا نمیخواین ادامه بدین. اگر نمیخواین ادامه بدین که با همون ایمیلی که ایمیل ها رو دریافت کردین و این ویدیوها رو دریافت کردین به ما ایمیل برمیگردونین، ریپلای میکنین و میگین که نمیخواین و از 79 دلار میخواین باز پس بگیرین. اگر در طول دوره 30 روزه باشه این به شما باز پرداخت میشه بدون اینکه هیچی ازتون سوال بشه. اگر هم سوال بشه، عزیزان برای اطلاعات خودشونه، برای همین این بیزنس یه بیزنس اطلاعات اینفورمیشن بیس هست، اطلاعات میگیرن بر حسب اون آپدیت میکنن خودشونو، بر حسب اون یاد میگیرن که با اکسپرینس کسب میکنن و در غیر این صورت پول شما به شما برگردونده میشه. اگر خواستین بیزنس رو ادامه بدین با کوچ، یکی از کوچهای مجربی که در این بیزنس هستن، حالا شاید اون کوچ من یا کس دیگه ای باشه، میتونه با شما ارتباط برقرار بکنه، به شما پلن ها رو به صراحت باهاتون صحبت بکنه، پلن ها رو بیشتر براتون بازگو بکنه و دقیق تر سوالات شما رو جواب بده و اون موقع است که دیگه شما تمام اطلاعات رو در دست خواهید داشت که اصلا بیزنس پلن چجوری کار میکنه، کامیشن ها چجوری کار میکنه، با چه افرادی باید کار بکنین، اصلا سیستم آموزشی چطوری هست و شما میتونید وارد با سرمایه گذاری اولیه که دارین انجام میدین. اون سرمایه گذاری هم در حقیقت از یه مقداری تا یه مقداری مثلا شروع میشه، از هلوش 3-4000 دلار آمریکا شروع میشه تا 11-12000 دلار آمریکا که حالا شما وارد میشین بنا به خواسته خودتون، بنا به توان خودتون، توان مالی خودتون، توان زندگی خودتون، اون سرمایه گذاری رو انجام میدین. و بعد از اینکه سرمایه گذاری رو انجام میدین، شما یه کد بین المللی دریافت میکنین که در حقیقت این بیانگر این هست که شما اجازه دارین که بتونین با فروش غیر مستقیم در این به اصطلاح پلتفرم فعالیت بکنین و در حقیقت کامیشن دریافت بکنین. کمپانی که به شما این رو پرداخت میکنه دقیقاً تمام اطلاعاتش در دوره ترایال هست، موجود است، شما میتونین برین و اونجا نگاه بکنین. خیلی از افراد میپرسن اگر هست چرا ما نمیگیم اسمش رو؟ ببینین، شما یک سری پالیسی هایی برای یک کمپانی هست، یک سری پالیسی هایی برای یک سری قوانینی هست که ما برای اینکه بیزنس بتونه تداوم داشته باشه و درست کار بکنه، همه ما باید از یه سری قوانین استفاده بکنیم. مثل اینکه یه جامعه‌ای رو شما دارین بدون قانون است، بدون یه قانون، بدون کتاب قانون، هر کسی هر جمعه یکی دزدی میکنه، یکی پول داره، یکی اینا، تمام هیچ کدوم هیچ حق و حقوقی براشون پایدار نمیمونه. بنابراین ما هم در این بیزنس یک سری قوانینی داریم که ما باید اون رو فالو بکنیم. تمامی اطلاعات به شما داده میشه، هیچ پنهانکاری نیست، همه اطلاعات رو شما دریافت میکنین، چه وارد دوره ترایال بشین و چه از اون بیاین بیرون، این اطلاعات در اختیار شما قرار میگیره، همه چی شما میتونین دریافت بکنین و وقتی که این اطلاعات رو دریافت کردین، بهتر، واضحتر، شفافتر و با یک دید بزرگتری میتونین تصمیم گیریتون رو بکنین و هیچ کس هم شما رو مجبور نمیکنه که شروع بکنین. اگر دوست داشتین و فکر کردین که واقعا این همون چیزی که شما دنبالش هستین، چون واریانت های خیلی مختلفی داره، مزیت های خیلی زیادی داره و اگر خواستین ادامه بدین، ما در خدمتتون هستیم که بتونیم شما رو راهنمایی بکنیم و در تا رسیدن به درآمد با شما باشیم. مرسی عالی عالی. من خودم با این توضیحاتتون اومدم که ایمیلم رو وارد کنم. مرسی عالی عالی بود واقعا دنشان. ممنون ممنون از حضور مهمون عزیزمون دنشان و مریم عزیز و متین جون، خیلی خیلی ممنون. امیدوارم که فقط همین، ممنونم که اومدین تو این لایو علت خودتون و تا یک هفته بعد و یک لایو دیگه همه رو به خدا میسپارم. امیدوارم که ببینمتون. مرسی.
خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا نگهدار.